خوشمزه های ضد استرس. خوردن شکلات قبل از شروع امتحان شاید مثال خوبی باشه برای اینکه شما بدونید مصرف برخی از خوراکی ها و مواد غذایی میتونه میزان استرس شما رو کاهش بده. دوستان و همراهان عزیز فارسی مدیا سلام، وقتتون بخیر. همینطور که گفته شد در این ویدیو قصد داریم در رابطه با خوشمزه هایی صحبت کنیم که شما رو از استرس دور میکنن. پس تا آخر این ویدیو همراه فارسی مدیا باشید. مواد غذایی و خوردنی های خوشمزه ضد استرس رو بشناسید. افراد میتونن تغییرات زیادی رو در سبک زندگی خودشون ایجاد کنن و اضطراب استرس رو کنترل کنن. مصرف یک رژیم غذایی حاوی سبزیجات، میوه، مرکبات، حبوبات و پروتئین بسیار کمک کننده است. استرس در وضعیت‌های مختلف تشدید میشه و در کل جهان میلیون‌ها نفر رو درگیر خودش کرده. علائم اون متفاوته. بعضی از افراد هم اکنون با این مشکل مواجه هستند و بعضی دیگر هم ممکنه در آینده و در سنین مختلف با اون مواجه بشن. اگرچه علائم استرسی که 6 ماه به بالا طول بکشه به یک اختلال تبدیل میشه. به همین دلیل در این قسمت از سلامت فارسی مدیا مواد غذایی رو به شما معرفی میکنیم که بتونه به مقابله با استرس به شما کمک کنه. پس همراه فارسی مدیا در یوتیوب باشید. آجیل برزیلی. این نوع آجیل حاوی سلنیوم بالاییه. سلنیوم روحیه افراد رو بهبود میبخشه و التهاب رو کاهش میده. اغلب سطح بالایی از این ماده اختلالات مختلف مربوط به روحیه افراد رو بهبود میبخشه و همچنین آنتی اکسیدانه و از آسیب سلولی جلوگیری میکنه و عاملی برای جلوگیری از سرطان هم هست. به طور کلی دانه های آجیل حاوی ویتامین های B، روی، منیزیم و روغن های امگا 3 و 6 هستند که همگی اثر مثبت بر اعصاب و رفع استرس میذارن و سبب تنظیم سطح قند خون، کاهش هوس خوردن مواد غذایی شیرین، تنظیم اشتها و بهبود متابولیسم بدن میشه. چربی ماهی. چربی ماهی هایی مثل سالمون، شاه ماهی، حاوی امگا 3 بالایی هستند. امگا 3 یک اسید چربه که اختلالات ذهنی رو بهبود میبخشه. البته اگه اسیدهای چرب دیگه‌ای مثل امگا 6 به جای امگا 3 استفاده بشه ممکنه دقیقاً برعکس عمل کنه. همچنین چربی‌های ماهی حاوی ویتامین دی که کمبود اون عاملی برای افسردگی و استرسه. تخم مرغ. زرده تخم مرغ یکی دیگه از منابع ویتامین دیه. تخم مرغ همچنین منبع غنی از پروتئینه و آمینو اسیدهای ضروری در اونها به کار رفته و همچنین حاوی تریپتوفانه که به ایجاد سروتونین کمک میکنه که یک ماده شیمیایی انتقال دهنده عصبی و حافظه خواب، رفتار و روحیه فرد رو بهبود میبخشه. دانه کدو تنبل. دانه کدو تنبل یک منبع عالی از پتاسیمه که تعادل الکترولیت رو ایجاد میکنه و به تنظیم فشار خون کمک میکنه و همچنین علائم استرس رو از بین میبره و منبع عظیمی از زینک هم هست. شکلات تلخ. متخصصان بر این عقیده هستند که شکلات تلخ استرس رو کاهش میده، همچنین روحیه رو بهبود میبخشه. شکلات تلخ منبع عظیمی از پلیفنل که یک فلنوئید محسوب میشه و از مرگ سلولی و التهاب نورون‌ها در مغز جلوگیری میکنه و جریان خون رو بهبود خواهد بخشید. زردچوبه. زردچوبه یک ماده فعال داره که به کاهش التهاب و فشار اکسیداتیو و استرس کمک میکنه و افسردگی رو هم از بین میبره و همچنین میشه به راحتی برای طعم‌دهی در غذاهای روزانه هم از اون استفاده کرد. بابونه. بسیاری از افراد در سراسر جهان از چای بابونه به عنوان یک چای گیاهی استفاده میکنند که دارای خاصیت ضد التهابی، ضد باکتریایی و آنتی اکسیدانی و ضد عفونی کننده است. به همین دلیل در مواقع استرس مصرف میشه که آرامش بگیرن. مصرف عصاره چای بابونه قبل از خواب سطح آمینو اسید گلیسرین رو بالا برده و سبب آرامسازی سیستم عصبی و جلوگیری از بروز استرس میشه. مصرف چای بابونه به تنظیم وضعیت دستگاه گوارش مثل گرفتگی معده و رفع یبوست کمک میکنه. مورد بعدی ماست. ماست حاوی باکتری های سالمه. این باکتری ها اثرات مثبتی روی سلامت مغز داره. ماست و دیگر محصولات لبنی عوامل ضد التهابی رو در بدن ایجاد میکنن و تحقیقات نشون میده که التهاب مزمن مسئول ایجاد بخشی از اضطراب، استرس و افسردگیه. چای سبز.
چای سبز حاوی آمینو اسیدی به نام تیانینه و اثرات مثبتی روی اختلالات مربوط به روحیه داره. تولید سروتونین و دوپامین رو هم افزایش میده که به بهبود استرس و کاهش تنش کمک میکنه. مورد دهم، آووکادو. ویتامین B6 به بدن کمک میکنه که انتقال دهنده های عصبی کار خودشون رو بهتر انجام بدن که همین امر عاملی برای بهبود روحیه و تولید سروتونینه. ویتامین های مختلف از جمله تیامین، ریبوفلاوین و نیاسین اثرات مثبتی رو روی سیستم عصبی دارند که در آووکادو موجود هستند. مورد 11، بلوبری یا تمشک آبی. زمانی که استرس داریم، بدن به ویتامین C تمایل داره تا بتونه از سلول ها محافظت کرده و اونها رو ترمیم کنه. تمشک آبی هم سرشار از ویتامین های مناسبه و اثرات آنتی اکسیدانی داره. مورد بعدی، بادام. تحقیقات نشون میده که منیزیم اثر درمانی مثبتی روی علائم استرس داره و کمبود اون میزان سروتونین در مغز رو کاهش میده. تقریبا 12 عدد گندم میتونه ارزش غذایی خودش رو بر روی روحیه هم نشون بده. مورد بعدی، توت. توت و توت فرنگی و زغالخته با وجود طعم شیرین خودشون سرشار از آنتی اکسیدان ها هستن و با استرس مبارزه کرده و سبب ترشح ماده شیمیایی بتا آندروفین در مغز میشن که باعث رفع استرس میشن. مورد بعدی، سیر. سیر یکی دیگه از مواد غذایی کاهنده استرسه که نوعی اثر ضد باکتری، ضد ویروسی و ضد قارچی داره. اثرات محافظتی سیر از بدن سبب میشه سیستم عصبی بدن آرامش پیدا کرده و استرس ناشی از عوامل بیماریزا در بدن کاهش بیابه. مصرف سیر سبب کاهش التهاب بافت عضلات و گرفتگی عضلات میشه که به هنگام استرس روی میده. بریم سراغ مورد 15 و ماهی. ماهی های روغنی مثل ماهی سالمون و ماهی قزل‌آلا دارای امگا 3 فراوان و ویتامین های گروه B و روی و منیزیم هستند که سبب کاهش استرس در افراد میشن. روغن زیتون. یکی از ترکیبات بسیار مهم کاهش استرس در افراد روغن زیتونه که در هنگام بروز استرس اثر محافظتی از قلب و عروق رو داره. سایر مواد غذایی کمک کننده هستند. مواد غذایی کامل مثل میوه، سبزیجات، حبوبات و غلات، مخصوصا ماهی، گوشت و بقلمون، پنیر، آناناس، موز، جو، دانه چیا و انواع دیگر آجیل ها، منابع پروتئینی مثل گوشت قرمز، محصولات لبنی، اسفناج و دارچین. استرس میتونه سبب افزایش میل بدن به خوردن مواد غذایی فاقد ارزش تغذیه‌ای و افزایش سوخت هورمون چاقی و به دنبال اون بروز چاقی در نواحی مثل شکم، رانها و میان تنه در افراد بشه. پس با داشتن یک رژیم غذایی منظم و انتخاب خوردنی های مناسب تا حد امکان استرس روزانه خودتون رو دور نگه دارید. ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه فارسی مدیا بودید. بدرود.